همسر نازنین زاغری میگوید سپاه پاسداران همسرش را بازداشت و به مکانی نامعلوم در کرمان منتقل کرده. خانم زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی 37 سال است که به همراه دختر 22 ماهه‌اش برای تعطیلات نوروز و دیدار خانواده به ایران رفته بود و بیش از یک ماه پیش در بازداشت به سر میبرد. او هنگام بازگشت از ایران در فرودگاه امام خمینی بازداشت شده و به گفته همسرش از آن موقع در سلول انفرادی است. نازنین زاغری با بنیاد رویترز همکاری میکرده. خانواده خانم زاغری میگویند او در تماسی گفته برای اعتراف تحت فشار است. همسر خانم زاغری در فضای مجازی و در یک تومار اینترنتی خطاب به نخست وزیر بریتانیا خواستار آزادی او شده. ریچارد رادکلیف همسر خانم زاغری به ما گفت همسرش در یک خیریه کار میکند و کارهایش هیچ ربطی به ایران ندارد. از او درباره تازه ترین خبرها از وضعیت همسرش پرسیدم. آخرین خبری که من درباره نازنین دارم این هست که نازنین همچنان در بازداشت در کرمان به سر میبره. هیچ ملاقاتی باهاش صورت نگرفته، اما من از طرف خانوادهش خبرهایی دریافت کردم مبنی بر اینکه بهشون وعده داده شده که بتونن یک دیدار خانوادگی ازش داشته باشن. شما اطلاع داده شده که اتهام او چی هست؟ چرا او رو به کرمان منتقل کردن؟ هیچ اتهامی هنوز متوجه اون نشده. به من هیچی نگفتن. تنها چیزی که به پدرش گفتن دو تا تماس تلفنی بود. دومی تماس تلفنی این بودش که میگفتن یه بحثی مربوط به امنیت ملی، که من فکر میکنم واقعا این حرف واهی هست. من نمیبینم چه جوری یک مادر جوان با یک بچه جوان که 4 دفعه ده 2 سال گذشته به ایران رفته و برای سازمانی کار میکنه که هیچ ربطی به ایران نداره، کسی که برای یک خیریه کار میکنه و هیچ نقش فعالی در ایران نداره، چه جوری همچین آدمی میتونه یک مسئله امنیت ملی باشه وقتی با بچهش اونجاست؟ دقیقا ممکن هست به ما بگید که از کی او در بازداشت هست و چرا حالا در موردش خبررسانی میکنید؟ نازنین با یک سفر خانوادگی برای نوروز به ایران رفت. قرار بودش که 3 آوریل برگرده. در فرودگاه امام خمینی او رو برای چند سوال بردند. اون تمام چیز هم که باش بود رو گرفتن و از اون موقع تا حالا اون در بازداشت بوده. چرا ما قبلش چیزی نگفتیم؟ تا حد زیادی دلیلش این بود که فکر کردیم خب شاید یه اشتباهی صورت گرفته، مسئله که 2 روز بعد حل بشه. بعدم توصیه که ما از طرف وزارت خارجه بریتانیا شد این بود که کار معقول این هستش که پشت پرده در این باره کار بشه. اما بعد از 30 روز من واقعا احساس کردم که این کار که جواب نمیده و وقتش هست که ما بگیم این کارشون واقعا اشتباه است. در مورد وضعیت دخترتون بیشتر به ما بگید. گابریل هنوز 2 سالش نشده، 23 ماهش هست. اون در بریتانیا زندگی میکنه، مادر و پدرش رو میشناسه و میدونه خب از اونها دور هست. با مادر بزرگ نازنین به خوبی آشنا هست چون دوبار رفت اونجا اون رو دیده، ولی خب بله مسلما برای اون هم بسیار سخت است چون فارسیش خیلی خوب نیست. حالا الان رفت اونجا داره یک زبان جدید یاد میگیره، فقط یکی از اقوامش رو به خوبی میشناسه، مادر بزرگش رو، بقیه رو نمیشناسه و این خب خیلی تاثیر داره که چجوری خوابیده، چقدر ناراحت هستش، همش میره به طرف در دنبال مادرش میگرده. خیلی براش ایام سختی بوده در عین حال، ولی خب امن هستش، با کسانی هستش که دوستش دارن، در حالی که نازنین 1000 کیلومتر دورتر خانوادهش در زندان هست بدون هیچ گونه دسترسی به وکیل، هیچ حتی ملاقات خانوادگی نداشته. شاید فردا بشه ملاقات رو بدن ولی هنوز چیزی نگفتن. واقعا تعجب آوره. تلاش کردید از طریق وزارت خارجه، وزارت خارجه بریتانیا اقدامی بکنید، اونها پاسخشون به شما چی هست؟ چون به نظر میاد که بعد از توافق هسته‌ای روابط تو کشور نسبت به قبل بهتر شده. آیا تونستن کاری بکنن؟
من واقعا نمیدونم این اولین باری که اتفاق برای خانواده ما میفته. مسلما الان وضع بهتر هست از گذشته. مسلما وزارت خارجه سعی کرده تماس بگیره با نمایندگان ایران اینجا در لندن و با مسئولان ایرانی در تهران. همین تماس ها باعث شده که مقامات ایران بگن بله همچه اتفاقی افتاده، ولی نگفتن که نازنین کجا هست، کیر گرفته شده و اتهامش چیه. شما بریتانیایی هستید و برای رفتن به ایران نیازی به ویزا دارید. تلاش کردید که ویزا بگیرید؟ آیا به شما ویزا میدن که برید و از نزدیک موضوع رو دنبال بکنید؟ من سعی نکردم که ویزا بگیرم، تقاضای ویزا نکردم. قبلا که خواستم برم ویزا بگیرم پدر زنم سعی کردیم کار رو بکنه، ولی فکر نکنم که خودش احساس امنیت کرده که این کار رو بکنه. راستش رو بخواین خیلی بستگی به این داره که در آینده چه اتفاقی بیفته، در مورد پرونده نازنین چه اتفاقی بیفته. اولویت این هستش که نازنین و گربل بتونن با هم باشن و از ایران بیان بیرون، ولی اگر بشه من برم اونجا بعد تصمیم داده بشه که امن باشم. از طرف بریتانیا به شما داده شده، هیچ تلاشی از طرف بریتانیا داره صورت میگیره برای برگردوندن نازنین؟ هیچ وعده به من ندادن.